نه نه کربلا نرفت و مرضیش دروم که برو یر روپه برای امام حسین که درهای تو مصرف کن. یا حسین خرچی ما خرچی اولای دیسته، خرچی ما خرچی زحمته. امون شبود یادت نتنیسیم، پایم بفهمت کرده بود، باد کرده بود، یادت نتنیسیم. کل اگه یادت کرد ما گیردی رو زد گریه میکردم، میگرد مگتون خدای خیلی بیتنم زیارت کنم. ایسا سخت بود، خیلی سخت بود. او حالا چه کسی چیده سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز شبکه جهانی حادی بخش فارسی دری. اربعین حسینی 40 روز پس از شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در عاشورای سال 61 قمری که مصادف است با 20 صفر. همچنین جابر بن عبدالله انصاری اولین زائر حرم مطهر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود و به قول معروف سر آقا ابا عبدالله الحسین نیز در همین روز با بدن ملحق شده بود. زیارت اربعین از اعمال خاص این روز هست که بنابر روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام از نشانه های مؤمن دانسته شده. در این روز بزرگ عاشقان و محبین آن حضرت از سر تا سر جهان دور هم جمع شده و به عزاداری می پردازند. اینجا شهر مزار شریف است که در شمال افغانستان موقعیت دارد. محبین اهل بیت علیه السلام هر ساله از اربعین حسینی در این شهر تجلیل به عمل می آورند و جمع کثیری از مؤمنین در راهپیمایی اربعین حسینی شرکت نموده و به میعادگاه عاشقان کربلای معلا می روند که هر کدام خاطره و دلگفته هایی دارند. ایام اربعین همه مؤمنین و محبین اهل بیت طرف کربلا و معلا میره. شما یا کربلا رفتین نرفتین؟ خدا قبول کنه رفتیم. چند بار رفتین؟ دو بار خدا قبول کنه. انشالله بار انشالله بریم به خیر بشی. حالی هم آرزو داریم که یا پول چی مایا نمشه او خاصی دونیه مدای روزهی بالاخره آقای امام حسین حضرت ابوالفضل میخواست میخواندن و بالاخره جمع عاشقا داشت هم همه میکرد گریه میکردن و من همو شب بالاخره از صمیم قلب خواستم آقا هم برم کربلا. خوشبختانه بود بالاخره این سفر زمینش فراهم شد. بالاخره ما رفتیم ویزای عراق گرفتیم رفتیم ایران و رفتیم کربلا. دقیقا ما روز اربعین شب اربعین کاظمین بود بالاخره شبش برگشتیم اومدیم روز اربعین کربلا. کربلا تقریبا 3 سال پیش رفته بودم بله. یه وقتی زمین ساعت های 2 بجه در خانه بودم بچه کلان ما آمد پدر بیا برو کربلا. ما گفتم بچه ما خرچی نداریم چی رو خمشه هم بود بیا برو بچه دیگر بود 50,000 ما رو میکنم اکتران بچه خدا کشید خلاصه یک لگلتر جور کرد. همه روز 3 شه یادم خوبه 3 شنبه پس برود 5 شنبه حرکت میکرد. خودم دو روز مانده ای زن چی میشه بود بیدی رفتم 3 شنبه تاول کنم روز 4 شنبه بگای 5 شنبه اما بیزه تا آمده و از روز جمعه خدا خواست حرکت کرد. رفته مره بقای امام حسین زیارت کردم دوباره بالاخره برگشتم سمت قطگا بعد دست راست حضرت ابوالفضل دست چپ حضرت ابوالفضل بالاخره
مقام آقای امام صادق، نهر فرات مقام آقای امام زمان، شب بالاخره دوستا بودن ما شبی جمعات رفتیم چند جای زیارت کردیم برگشتیم و حس و بالاخره حال و هوایی که در بین حرمین بالاخره در این فضایی که در این محدود واقع شده نزدیک تله زینبیه و بالاخره خیمگاه هست هیچ جای نیست. اصلا آدم از خود به خود میشه، آدم کسی بالاخره عجیب پیدا میکنه. وقتی که دست ما در زیری رسید مقصد ما رو دید دیرینه خود رسیدیم، بعد دعا کردیم در حق گذشتگان پدر مادر و از امام حسین خواستیم که شفیع ما باشد، که خلاصه خدا گذشتگان ما رو مغفرت بکنه، دوستای ما رو همینجا برسانه در همین زیری حضرت امام حسین. احساسی بسیار خوبی داشتیم، راحت شده بودیم، کاملا راحت بودیم که این اونطور راحتی رو دیگه در هیچ جایی ندیده بودیم در معارضی خود رسیم. وقتی که وارد خاک عراق شدم اصلا همش لذت بود، وقتی که آدم ها رو میدیدم، وقتی مردم رو میدیدم، وقتی تجمع رو میدیدم، میگفتم واقعا مکتب خیلی بزرگ است که اصلا تصورش خیلی سخته. مردم اونجا واقعا همه برای پذیرایی بودن، برای زائرین واقعا خدمت میکردن. یک بار مادر من 95 ساله بود، در پشت بودم، همون شو زیارت نتونستم، پایم بیخم از کرده بود، باد کرده بود، زیارت نتونستم. کلگی زیارت کرد، من گیر دیر روزه گریه میکردم، میگردم مگتم خدای کهی بیتنم زیارت کنم. صبح شی خدا قبول کنه، در نماز صبح زیارت کردم، غسل کردم، رفتم زیارت کردم، خدا قبول کنه. وقتی در بین الحرمین بودی حتما در تل زینبیه رفتین، درسته؟ بله. بله. از اونجا چی چی را دیدین؟ واقعیت او چیزایی که صحنه هایی که در سال 61 قمری حادثاتی که رخ داده بود شما اونجا واقعیت دیدین، در ذهنتان آمد، تجسم کردین در جای زینبی کبرا؟ من از خیمگاه تا قتلگاه را کمدم، یاد من نمند گام پای خود حساب میکردم، گریه میکردم، دالت یادی نمیمدم، اینجا زینب چند بار رفته مده. 72 تن از یارای برادرش به شهادت رسیده، این چه رقم میامده بوده، چند بار من لاغم خورده بوده میامده، ما دالت یادی میم تلی زینب یک همه دیم ایست کردیم که خدا شایده که همون طور که زینب زجر دیده باید ما هم همون زجر ببینیم. علمی حالت پیچیشم تا همه میام که خیمگاه یک طرف خود نشان میده، به حالت طفلا شهادات به یک طرف نشان میده، به حالت بنده من خود ملخص خاطر میگم که یک خانومی یک طرف دویده مثل یک سبز میده، او را آدم خیلی ها چی بسیار سخت، او خیلی سخت، او حالت کس چی داره. گفتن اگه برید در حرم حضرت ابوالفضل آقا با والهوایی جا حاجت میتن، با گفتم آقا من گناه کنم بخدا در افغانستان رو بودیم مشکل هم دارم، من شاید فل شم، شاید بلاخره روی جاگه با اونم بلاخره اون مشکل دارم باور با وقت از حرم حضرت ابوالفضل بر آمد مثلا احساس و آرامش کنم دیگه هیچ درد رو حس نمی کنم. دیگه زیارت کردم، آخر زیارت کردم، آمدیم بلاخره شب برگشتیم نجف، روز جمعه نجف بودیم، رفتیم یک اجالتاً زودتر رفتیم در کوفه دوباره، بالاخره اون یک مسجد است منام مسجد حنانا میگفت سر آقای امام حسین اونجا بوده، بالاخره فعلا مسجد ساخته شد، رفتم اونجا رو زیارت کردم چون من تازه شنیده بودم. دیگه برگشتم اون نجف، فرداش بالاخره راهی تهران شدیم. وقتی ما آمدم قوم دکترایی که من رفته بودم منام رو طرف دویی دکتر ارتوپدی و استخوان بود، خدمتتون عرض میکنم مرا گفته بود بعدی که بالاخره میری دوایت استفاده میکنی فیزیوتراپی میری بیا اینجا. باز رفتم پیش او دوباره اسناد دیدم، بالاخره گرفت رفتم گفت که ما دوباره بعد عکس بگیریم، عکس گرفتن و اسکن و امارای. بعد مرا گفت که چی وقت فیزیوتراپی رفتیم، من گفتم اصلا نرفتم، گفت آقا اون چیزی که ما میدیم فعلا مشاهده نمیکنیم. من گفتم ما رفتیم کربلا، آقا حاجت برای آقای موس از داده، بالاخره گفت دیگه فعلا اون چیزی که ما داد بالاخره عکسای قبلی میزیم دیگه نیست، کاملا خوب شدیم. هستند کسانی که هنوز زیارت حرم مطهر سرور و سالار شهیدان عالم حضرت امام حسین علیه السلام نصیبشان نگشته است و آرزوی حضور در آن میعادگاه عاشقان را دارند. کوکا ایام اربعین
در بین که میگید که همه زائرین و عاشقان و محبان اهل بیت میره تو کربلا، شما کربلا رفتین نرفتین؟ نه نه کربلا نرفتم، آرزویش دروم که برو تونس که موفق نشدم، آرزویش دارم دایندا بخیر اگه زمین مساعد شد بریم ان شاء الله. میخوایم که بخیر نمی اومدیم اینجا پس برود خود عزت کنیم بخیر، اول خدا دویم برادر کمک شه که برادر طرف کربلا بریم. این مددی 70 سال شده که ما دمی مزدوری دیقانی بودیم برادر، او امی آرزو رو داریم. من از 12 سالگی میتونیم امروز منتظرم، من 12 ساله بودم که فهمیدم که کربلا چیه، من تونیم امروز منتظرم. به جیب خالی دیگه هید چی قصد تلاش دارین که برسین برای آرزویتان؟ تلاش که یعنی میگه که پیسه اگه دیشته شد دیگه هزینهش برابر باشد ما تلاش بیسی دیگه اون بارزوی که میرسیم میارم گفت سای هزینهش انشالله که برسی. هر کسی هر مسلمانی آرزو رو داره که برد از زیارت نواده پیامبر اسلام، و ما همچنین که بیش از اندازش آرزوش داریم و موفق شم انشالله به دیدنش میریم. امالی هم که خدا لطف کنه خاندان ایمه لطف کنه، امالی هم که برم مگم خط کله برم پیدا برم انشالله. فهمیدی؟ دیگه بازم خود خاندان ایمه لطف کنه که باز از مور امضا کنه، تا امضا نکنه نمیشه. فهمیدی؟ اگر همی الان همی لحظه در شما زنگ بزنه که محمد علی زوار حرکت کو برو طرف کربلا که ویزیت گرفته شده، دو وقت چه احساس خواهد داشته؟ چه؟ بخی دیگه همی نان و نخورده حرکت میکن یا امام حسین خود برو برس، یا امام حسین از تو این به آرزو رو دارید دیگه ارباد دل برام، مانه یک قدر کار کردیم زحمت کشیدیم جمع کردیم یه روپه برای امام حسین که در رای تو مصرف کن. یا حسین خرچی ما خرچی اولای دسته، خرچی ما خرچی زحمته، مزدوری مردم است، دقانی مردم است که امام حسین یک روپه یافته میشتیم دور بکی. این میگه برادرم که سر کردیم که تا این زمان سال نشد نتنستیم این سال بخیر، این خواهش من اینمی است که بخیر به می خرچی حلال برم، نه خمس داره نه زکات داره برادر چیزی نداره، این بقید با اولای دیست هسته انشالله به می رای امام حسین مصرف کنم، قصد اینمی آرزو داریم انشالله. آره اینها همه خاطرات شیرین و دلگفته های کسانی بود که شرف حضور در آن بارگاه نورانی را یافتند، و کسانی که شوق حضور و رسیدن به آن میادگاه عاشقان را در سر می پروراند. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.